آقای برزگر، در خیلی خوش آمدید، سلام میکنم اول به شما. در سلام. بخشی از این سند در مورد بازیکن گفته برخورد جدی با رفتارهای غیرحرفه‌ای انجام شده از سوی برخی ورزشکاران در هفته‌های اخیر میتواند عاملی بازدارنده باشد که نیازمند شجاعت مسئولان زیربطه که شاید بتونیم دستگیری وریا غفوری در شب دلیم. بازی با ویلز رو هم در همین راستا برداشت بکنیم ازش. نظر شما چیه؟ بازیکن‌ها حالا چیکار باید بکنن که اسیر این صحنه آرایی در حقیقت نشن؟ با سلام خدمت شما جناب آقای طبری و آقای میرزایی. ببینید، واقعیت امر این است که باید در دو سطح ماجرا رو دید و مسئول و مقصر اصلی رو تشخیص داد. ببینید، مشکل اصلی ما جمهوری اسلامی است که با همه مفاهیم و ارزش‌های ملی ما استفاده، در واقع برخورد ابزاری داره، از اونها سوء استفاده می‌کنه. حکومتی که در 43 سال گذشته نشون داده، چه رهبرانش چه فقهاش بارها فتوا دادن، مگر اینها همین کسانی نبودند که نوروز رو خرافات میدونستند، خواستار حذف نوروز از تقویم ملی ایران بودند، نمیدونم انواع و اقسام رسوم و آداب ملی ما رو تحقیر کردند، اونها رو خرافات دونستند در مقابل در واقع خرافات واقعی که خودشون مروجش بودند به اسم اسلام. خب این در واقع ستیز و دشمنی جمهوری اسلامی با فرهنگ ایرانیان، با آداب ملی ما، با ملت ایران در همه وجوهش مشخصه. ولی هر موقع که در واقع نیاز داشتن بحث‌های اسلامی، باورهای دینی رو که امروز کمرنگتر شده و دیگه نمیتونه افکار عمومی رو بسیج بکنه، کنار میگذارن و به آموزه‌های ملی، به ارزش‌های ملی روی میارن، سعی میکنن از نمادهای ملی که به هر حال مردم ایران به حق به اونها رو دوست دارن، اونها رو مؤلفه‌های هویت بخش خودشون میدونن، روی بیارن و از اونها سوء استفاده بکنن. متاسفانه در این شرایط با پیش اومدن به جام جهانی، تیم ملی فوتبال هم در واقع مورد این سوء استفاده قرار گرفت. حتی واقعا بدون انتشار این اسناد هم با بررسی عملکرد و رویکرد رهبران جمهوری اسلامی و رسانه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی به خوبی این وضعیت مشخص بود. تلاشی که جمهوری اسلامی میکنه این هست که در واقع ملت رو تکه تکه بکنه، شقه شقه بکنه، یعنی یک جامعه اتمیزده شده، جامعه‌ای که در اون همبستگی ملی وجود نداره، یک پارچگی ملی وجود نداره و در نتیجه امکان مقاومت در مقابل سرکوب و تاراج هم وجود نداره. این اون چیزیست که جمهوری اسلامی در 14 دهه گذشته به شیوه‌های مختلف پیش برده، با متهم کردن بخشی از هموطنان ما به تجزیه طلبی، با تقسیم کردن ملت ایران به زن و مرد، به زنان اجازه حضور در ورزشگاه رو ندن، از همه حقوق خودشون محروم بکنن، با متفاوت کردن مسلمان از غیر مسلمان، فارس از کرد و بلوچ، همه اینها رو میبینید که آزمودن برای اینکه بتونن در واقع این شکاف رو ایجاد بکنن تا بعد در واقع به راحتی به غارت منابع ملی و سرکوب مردم ایران بتونن ادامه بدن. این کار رو امروز با تیم ملی فوتبال دارن میکنن، سعی میکنن تیم ملی رو تبدیل بکنن به زمینه ای برای اینکه بین مردم ایران اختلاف ایجاد بکنن. خب در این سطح اصلی و اول ماجراست که مسئولیتش با جمهوری اسلامیه. بعد برمیگرده سطح دوم به بازیکنان تیم ملی که خب اونها هم طبیعتاً با محدودیت‌های مواجه هستن، ولی توقعاتی از اونها وجود داره. مردمی که اونها رو دوست داشتن، مردمی که در واقع اصلی ترین پشتوانه موفقیت اونها بودن، از اونها انتظار دارن در شب روز در موقعیتی که بهشون احتیاج دارن صدای اونها باشن، چون صدای بلندتری دارن و میتونن در واقع صدای مردم معترض و تحت سرکوب رو به شکلی مناسب در جهان بازتاب بدن. و وقتی این اتفاق نمیفته طبیعتا سرخورده میشن. بله، قابل فهم هست تا میزانی. شما ببینید مثلا بازیکنان تیم‌های اروپایی هم با اینکه فدراسیون‌های قوی دارن، با اینکه در واقع فوتبالشون یک ابزار سیاسی نیست و می‌خواستن بازوبند وان لاو رو بزنن و فیفا مقاومت کرد، این کار رو نکردن، برای اینکه ترجیحشون این هست که در جام جهانی بازی بکنن. خب این در واقع نهایت
آرزو و افتخار برای یک بازیکن فوتبال هست. این قابل فهم هست اینجا. ولی اینکه درست در همون روزی که این دوست در واقع بازیکنان به تیم ولز گل زدن، درست در همون ساعت، در همون دقیقه در زاهدان داشتن مردم رو به گلوله می‌بستن. خب لااقل دیگه این که این شکل خوشحالی رو نشون ندن قابل فهمه. این رو ما از بازیکنان دیگه هم دیدیم. ما بازیکنان تیم ملی فوتبال از بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی چه کم دارن که نتونن در واقع حتی به صورت نمادین این کار رو انجام بدن. عکسی از یک کشتیگیر، یک کودک کشتیگیر منتشر شده که بعد از پیروزی در واقع به شکل نمادین خدا نور لجعی رو به یاد آورده. آیا واقعا این بازیکنان حتی در این حد نمیتونستن ابراز همبستگی بکنن با مردم ایران؟